سرخط تازه ترین خبرها، امرالله صالح افغانستان دیکتاتوری طالبان را نمیپذیرد. خواست عمران خان برای فراهمسازی نیازمندی های افغان ها و همچنان در پایان پیشنهاد باور نکردنی ملا عبدالغنی برادر و رهبران طالبان به آمر جوان احمد مسعود. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. امرالله صالح افغانستان دیکتاتوری طالبان را نمیپذیرد. امرالله صالح معاون سابق اول ریاست جمهوری خواستار مقاومت در برابر طالبان شده است. با گزارش از پادنیک، امرالله صالح که خود را به عنوان رئیس جمهور موقت افغانستان اعلام کرده است، خواستار مقاومت در برابر طالبان شد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی گفت که افغانستان دیکتاتوری جنبش طالبان را نمیپذیرد. وی گفت: ما نمیخواهیم افغانستان به کشور طالبانی تبدیل شود. این اتفاق نمیافتد. این همان چیزی است که طالبان میخواهند. وی افزود که ما مذاکرات را ترجیح می دهیم، اما این مذاکرات باید چشمگیر باشند. وی بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی افغانستان اکنون او سرپرست مقام ریاست جمهوری است. وی اضافه کرد: ما مشروعیت داریم، اما قدرت که با زور تحمیل شود مشروعیت پیدا نمی کند. پیش از این صالح روز شنبه در یک پیام صوتی با بیان اینکه طالبان مشروعیت ندارد تاکید کرد که با تسلیم شدن یا توافق با گروه طالبان موافقت نخواهد کرد. او گفت: هدف سیاسی ما از این است که تا با مردم افغانستان اجازه دهیم درباره ماهیت و نوع حکومتشان صحبت کنند. ما آماده مذاکرات در این زمینه هستیم، اما اگر از ما خواسته شود توافق کنیم یا تسلیم شویم این کار انجام نمیدهیم. صالح همچنین اظهار داشت که به لحاظ ایدئولوژیک تفاوت بین داعش، القاعده و طالبان مثل تفاوت بین مزه کوکاکولا و پیپسی است. اگر شما برچسب های آنها را حذف کنید، نمی توانید تشخیص کنید که این نوشابه کوکاکولا است و یا پیپسی. در همین حال افغانستان نیوز در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: طالبان به احمد مسعود عضویت در شورای رهبری 12 نفره دولتشان را پیشنهاد کردند، اما احمد مسعود این پیشنهاد را رد کرده است. اطلاعات روز به نقل از فورین پالیسی. در همین حال خواست عمران خان برای فراهمسازی نیازمندی های افغان ها. نخست وزیر پاکستان گفت: جامعه بین المللی باید نیازهای اولیه مردم و دولت افغانستان برای دستیابی و بی‌ثباتی اقتصادی، صلح، آشتی و رای حل سیاسی جامعه در این کشور را برآورده کنند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، عمران خان نخست وزیر پاکستان با اشاره به اوضاع و شرایط کنونی حاکم بر افغانستان و مردم این کشور اظهار داشت: جامعه بین المللی باید نیازمندی های افغانستان برای دستیابی به ثبات اقتصادی، صلح و آشتی یک رای حل سیاسی جامعه در افغانستان برآورده سازد. عمران خان در گفتگو با الکساندر دیکرو همتای بلژیکی خود در مورد بحران افغانستان و نقش پاکستان در خروج ادبای خارجی از کابل به گفتگو و رایزنی پرداخت. نخست وزیر بلژیک پنجمین مقام بین المللی است که عمران خان پس از سقوط دولت اشرف غنی با وی به تبادل نظر در مورد افغانستان پرداخته است. در تماس با همتای بلژیکی خود، نخست وزیر پاکستان بر اهمیت مشارکتی جامعه بین المللی در حمایت از مردم افغانستان با سازی اقتصاد این کشور و رفع نیازهای اولیه آنها از طریق بشر دوستانه تاکید کرد. وی تاکید کرده است: امنیت مردم افغانستان و تثبیت اوضاع در این کشور امری حیاتی است. نخست وزیر پاکستان افزود: صلح و آشتی و دستیابی به یک رای حل سیاسی فراگیر به تثبیت تلاش ها کمک می کند. وی بر اهمیت افغانستان آرام و با ثبات برای پاکستان و ثبات منطقه تاکید کرد. دو نخست وزیر در مورد تلاش های جاری برای خروج ادبای خارجی از افغانستان تبادل نظر کردند. در همین حال
CNN طالبان برادر مترجم افغان را به اعدام محکوم کردند. با گزارش CNN یک سرباز سابق آمریکایی که با مترجم افغان کار کرده گفته است که طالبان نامه ها را در 3 ماه گذشته به برادر این مترجم تحویل دادند. CNN هویت این مرد افغان و اعضای خانواده اش را افشا نکرده است. این رسانه مدعی شده که این نامه ها تنها یک نمونه از تهدیدهایی است که افغان هایی که با آمریکایی کار کرده اند یا اعضای خانواده هایشان از سوی طالبان دریافت کردند و همین باعث شده است طرز به دنبال ترک کشورشان باشند. این در حالی است که طالبان عفو عمومی اعلام کرده و گفتند که با همکاران افغان نیروهای خارجی کاری ندارند. متحدان افغان آمریکا اما در این مورد شک دارند و در تلاش برای ترک کشور هستند. روند خروج این افراد در حال حاضر جریان دارد و این امر با توجه به پایان قریب الوقوع عملیات خروج نیروهای آمریکایی موجب بروز حراج مرج و آشفتگی در میدان هوای کابل و دیگر خروجی های کشور شده است. در نتیجه این رویدادها دست کم 20 نفر جان باخته. در این میان تیراندازی نظامیان خارجی و سقوط از هواپیمای بخش از عوامل مرگ این افراد بوده است. در این میان داستان های رقت انگیز نیز در جریان تقلا برای خروج راه داده که جهان را تکان داده است. از جمله مرگ زن زیر دست و پای جمعیت و گم شدن 4 فرزند او و یا والدینی که فرزندانشان را به نظامیان خارجی می سپارند تا از کشور خارج کنند و به این ترتیب از کودکانشان جدا می شوند. در همین حال افغانستان نیوز باز هم در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: از روزی که طالبان وارد کابل شدند، دکتر عبدالله عبدالله بسیار لاغر شده است. گرفته شده از صفحه رسمی افغانستان نیوز. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم.